سلام خوش اومدید به اپیزود 121م پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما مثل همیشه است. خیلی سریع بگیم که ما هر هفته تو این پادکست فکت چک مرور میکنیم کار ما در سایت فکنامه بررسی درستی ارفا و ادعاهای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران منتشر میشه میریم سراغشون و بررسیشون میکنیم میبینیم چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله داره. و یه توضیح دیگهم که معمولا قبل از شروع پادکست میدیم اینه که ما این پادکست رو چهارشنبه شب ها معمولا به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که پادکست منتشر میشه خب به هر حال اتفاقای جدیدی ممکنه رخ داده باشه که ما ازشون بی اطلاعیم ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم کلا فرایند فکت فرایند کندیه یه ذره همیشه فکت چکرها عقب تر از اخبارن حالا هم که الان این فاصله زمانی هم هست باعث میشه که ما به نظر برسه که بعضی وقت عقب افتادیم مخصوصا الان که سرعت رویدادها انقدر زیاده که تو این فاصله چند روز ممکنه اتفاقات جدیدی افتاده باشه و ما لازمه که قبلش این توضیح رو داده باشیم خب این فکر میکنم کنم ترین مقدمه هایی بود که گفتیم خیلی ها رو احتمالا خوشحال کرده بریم سراغ فکت ها چون خیلیا باید سری بریم بگیم سلام و بریم سراغ فکت ها سوژه اول این هفته گشتای ارشاد و بازگشت ونهای مشهوری که خب همه میدونیم که چه تأثیری داره در جامعه و چه نظرات متفاوتی از دربارش مدت ها بود خبری نبود از گشت ارشاد و این صحبت ها مخصوصا بعد از وقایعی که بعد از... کشته شدن محسا امینی در ایران اتفاق افتاد خبری نبود حتی یه سری رسانه های خارجی هم اگه یادتون باشه چند ماه پیشا حرف از لغو گشت ارشاد زدن که همون موقع هم خیلی واکنش هایی رو برانگیخت چون به نظر می اومد یک اشتباه در ترجمه حرف های فکر می کنم دادستان کشور بود یکی از مقامات قوه قضاییه که در واقع انتقاد کرده بود نگفته و اعلام نکرده بود که گشت ارشاد لغو شده انتقاد کرده بود که مثلا ای بابا دیگه نیست دیگه خبری نیست ازش و این صحبت بله کلا بحث مهمیه مسئله بسیار بسیار مناقشه برانگیزی بوده سالهاست پی گشت ارشاد به تن بسیاری از زنان ایرانی مردان ایرانی کسایی که دیدن از نزدیک تجربه کردن به دردسر افتادن اینها خورده تا یه تجربه عمومی که باش مواجه هستیم و همونجوری که گفته خب تو این یک سال به دنبال اتفاقاتی که رخ داده بود ما گشت ارشاد رو نمیدیدیم نبود تو خیابون‌ها به این شکل حداقل حضور نداشتن اما خب الان دوباره گزارشهایی از بازگشتشون اومده و تقریبا بخش مهمی از اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای از داخل ایران رو داره تحت تاثیر قرار میده در این میون خبرگزاری تصنیم روز 26 تیر ماه یه مطلبی رو هم تو شبکه های اجتماعی هم تو سایتش منتشر, منتشر کرد که عنوان این مطلب این بود که گشت های ارشاد به خیابان بر نمی‌گردند. جان کلام مطلب این بود که خودروهایی از این بعد قرار نیست خودروهایی رو افراد با تو خیابونا ببینن و رو ببینن که بغلشون نوشته باشه گشت شده یعنی اون بغل نویسی گشت ارشاد دیگر نخواهد بود و یعنی تو متن گزارش تایید شده بود تو متن خبر گفته شده بود که گشت های خودروی و پیاده پلیس در واقع تو سطح شهر بیان قرار همون ماموریت قبلی رو که داشتن یعنی برخورد با پوشش هایی که اونا بهش میگن نامتاره بد هجابی این چیزایی که اونا میگن قرار اونا رو برخورد بکنن و هجاب اجباری رو به همون شکل متعارفی که تا, تا الان بوده در واقع اعمال بکنن دیگه فقط اینم بگیم زمینه ی این خبر تصنیم یه ویدیوی خیلی مشهوری بود که یعنی مشهور شد خیلی وایرال شد از اینکه یه خانم چادری داره یه زن جوونی که هجاب نداره رو با خوشونت میخواد ببره به سمت یک ون و خب کسی هم که داشت فیلم میگرفت فکر میکنم 24 تیر اعلام کرد که گفت الان 24 تیره و خیلی صحنه خشن و ناراحت کننده ای بود خیلی هم ویدیوی کوتاهیه خیلی سر و صدا به پا کرد و این خبر تصنیم در واقع یه جور واکنش بود به خبرسازی این قضیه که روزنامه های مثل روزنامه جوان هم حتی ادعا،, ادعا کردن که چون صورت صورت هر دو زن در این تصویر پوشیده شده و چیز زیادی هم ما از ون نمیبینیم فقط میبینیم یه ون سفیده برمی روزنامه جوان توی مقاله ادعا کرد که این جعلیه این ویدیو جعلیه که البته ما سندی نداریم که نشون بده این جعلیه لزومن چون به جز اینکه خب چیزی اون که پوش پوشیده شده صورت اونا خب قطعا به خاطر ناشناس موندن اون زنگی که داره کشیده میشه به سمت ون حال ولی حالا برگردیم به مطلب تصنیم تصنیم در واقع خودش را تایید کرده که راه اندازی دوباره گشت های هجاب اونم با خود رای ون حالا ممکنه رنگشون فرق داشته باشه یا بغل نویسیشون چیز دیگه باشه ولی به هر حال تفاوتی نمیکنه در اصل ماجرا و اصلا خود سخنگوی پلیس هم چند روز قبل از همین مقاله تسنیم تایید کرده بود به وضوح که قرار به خاطر اینکه یه عده ای طبق گفته اون هنوز رعایت نمیکنند و هنجار شکنی میکنن به قول ایشون قرار گشت های پلیسی در سراسر کشور آغاز به کار بکنند که علاوه بر کارهای معمولشون به هجاب هم رسیدگی کنند. پلیس از یام جاری با استقرار گشتهای خودرویی و پیاده در سراسر کشور با اون دسته از کسانی که متاسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتند و همچنان در هنجار شکنی خودشون اصرار دارند ضمن انزار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به به حال صدای سخنگوی پلیس واضحه روز 25 تیر ما این حرفا رو زده های سعید منتظر المهدی قشنگ گفته چند تا کلیدواژه هستش که اینجا برای ما خیلی کلیدواجه های مهمی هستن یکی گشت های و پیاده است یکی معموریتی که دارند برخورد با افرادی که داخل گیومه هنجار شکنی میکنن نکته بعدی اینه که انزار و تذکر یعنی همون تصویری که زنان چادری گشت ارشاد میان جلو گیر میدن دخالت میکنن که میپرسن که چی پوشیدی چرا نپوشیدی این انظار و تذکر و نکته بعدی هم در صورت عدم تمکین برخورد قانونی یعنی کشیدن توی ون سوار کردن حالا به هر شکلی اگه طرف مقاومت کنه به زور اینها و معرفی به دستگاه قضایی یعنی دقیقا همون روال و روندی که توی گشت های ارشاد سالها ما شاهدش بودیم همه دیدن و میدونن دقیقا قرار همون روندو طی بشه سخنگوی پلیس هم عینا همونا رو گفته و اینجا فقط بحث ظاهرا بغل نویسیه که تغییر میکنه حتی حرف از این حالا قبلا وزرا برده میشد که مثلا میگفتن باید دوره کلاس آموزشی توی یکی دو ساعت شرکت کنن یه سری پروسه قضایی نداشت قبل از این به بله. اون صورت میدونین یعنی بیشتر یه حالت وقت کنی اذیت یه جور چیزایی که دیدیم همه تو این سال ها از گشته پروسه گشت ارشاد ولی الان چیزی که داره میگه این که برخورد قانونی میشه به بر... مراجع قضایی سپرده میشه که اصلا به نظرم یه ذره از یه پله رفتم یه پله از آ... گشت ارشاد سال گذشته بالاتر ظاهرا ولی خب همونطور که گفتی اصلا تقریبا همون ویژگی ها همون اهداف و حتی همون شکل و شمایلی که قبلا برای گشت ارشاد همه میشناختند دوباره داره اجرا میشه حتی طبق گفته خود سخنگوی, دول سخنگوی نیروی انتظامی و این که بگیم ونهای گشت ارشاد بر نمیگردند چون قرار نیست ونی باشه که روش نوشته باشه گشت ارشاد خب این مزهک به نظر میرسه و وقتی یه خبرگزاری رسمی کشور میاد با استناد به بغل نویسی راه دوباره گشت ارشاد و منکر میشه مزهکه و وقتی یه چیزی مزهک باشه ما در فکنامه یعنی به طرز مزهکی نادرست باشه ما در فکنامه بهش نشان شاخدار میدیم بله تازگی هم نداره قبلا هم ما شاهدش بودیم که افرادی در داخل حکومت جمهوری اسلامی سعی میکنن با بازی با کلمات موضوع رو منحرف بکنن و اصلا کلا گشت ارشاد رو منکر بشن قبلا هم بوده تقریبا یه ماه قبل از کشته شدن مهسا امینی انسی خزلی توی گفتگوی رادیویی گفته بود که ما گشت ارشاد اصلا نداریم اینا در واقع وقتی میرفتیم میدیدیم میگن اینا پلیس امنیت اخلاقی هن. یعنی حالا اصلا بحث اینه که گشت ارشاد اصلا اسم نیستش که فقط یک عنوان نیست یک مفهوم گشت ارشاد کلمه ایه که اگه بره توی لغتنامه ها مقابلش گشت ارشاد برخورد نیروه نیروهای نظامی انتظامی درباره پوشش زنان جمع کردن و بردنشون تذکر دادن با فنا اومدن و سر چهار ها به نوعی ای مزاحمت ایجاد کردن برای مردم یه چنین تعریفی داره و این در واقع این واژه تبدیل شده به مفهومی که یه مفهومه بیشتر تا مفهومه و که. ربطی به اسم نداره اسمای مختلفی داشته این حالا بذاری اصلا گشت کامبیز یه بار تو همین پا... پادکست صحبت کردیم بذاریم گشت عبدالله فرقی نمیکنه که کاری که دارن میکنه حالا بغل بقل... <تصفح> حالا بغل سبزشو بکنید بنفش چه فرقی <تصفح> میکنه <تصفح> <تصفح> که بگم آقا ما گشت ارشاد نداریم خلاص بعضی فکت ها آدم چیز میشه <applause> به معنی واقعی کلمه شاخش در میاد پوست سر آدم احساس خاریدن میکنه که واقعا چیه آخه اینا دیگه حرف از بحث هجاب و دین و ایناست بریم سراغ یه فکچک دیگه درباره افزایش دینداری مردم محمد مهدی <محتی> اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز 22 تیر 1402 در یه نشستی در استان چهارمحال بختیاری گفته که مردم ایران به نسبت 50 سال پیش با ایمانتر و دیندارتر شدن ماجرا چی آقا رضا اینو توضیح بده که ببینیم آره <تصفح> ببین با اولا که باید بگم که آقای اسماعیلی گفته بر اساس داده های علمی این ثابت ام. شده که مردم در نسبت 50 سال پیش با ایمان و دیندارترن خب ما نمیدونیم واقعا نمیدونیم منظورش از این داده های علمی چیه اما اگر منظورش به این پیمایش های ملی باشه که زیر نظر وزارت ارشاد و دولت و اینا انجام میشه نکته اینه که دقیقا نتایج این پیمایش ها خلاف اینو نشون میده اولا که بقیه مردم مثل آقای اسماعیلی فکر نمیکنن به عنوان نمونه توی پیمایش آخرین پیمایش ملی همین ارزش و نگرش های سال 95 بیش از دو سوم مردم یعنی 66 درصد بر این باورن که وضع دینداری مردم به نسبت قبل بدتر شده و بدتر هم میشه یعنی چشمندازی که از آینده هم دارن اینجوری یعنی حداقل دو سوم مردم خلاف این رو فکر میکنن بعد از اون طرف حالا اگه بیایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم چون این پی... پیمایش های ملی از قبل از انقلاب شروع شد تو دوره های زمانی میان و در واقع میرن یه سری نظر ها رو انجام میدن و بر اون اساس میان ارزش ها و نگرش های جامعه رو در واقع سنجش میکنن ما یه دونه نسخه از این پیمایش های ملی رو سال 1353 رو پیدا کردیم و یه نسخه هم سال 1395 یه تغییراتی داره ولی نتایج اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه و در واقع نتایج جالبی دست پیدا کردیم اینکه مردم ایران به نسبت پیش از انقلاب هم کمتر نماز میخونن هم کمتر روزه میگیرن کمتر به مسجد میرن حتی کمتر مخاطب برنامه های مذهبی رادیو و تلویزیون هستن یه چند تا آمارش اگه من بخوام بگم چیزهایی که با هم مقایسه کردیم یه نموداری منتشر کردیم ببین مثلا در سال 1353 83 درصد مردم همیشه یا اکثر اوقات نماز میخوندن تو سال 95 شده 78.5 نیم درصد تو سال 1353 6 درصد مردم بودن که هیچ وقت نماز نمیخوندن یا به ندرت نماز میخوندن تو سال 1395 شده 8 درصد بالا البته در درباره این درصدای هم حرف و صحبت زیاده در مورد روزه 79 درصد مردم قبل از انقلاب میگفتن ما همیشه یا اکثر اوقات روزه میگیریم الان شده 72 درصد یا مثلا اون موقع فقط 6 درصد هیچ وقت روزه نمی گرفتن الان این آماری که محاسبه کرده یعنی نظرسنجی که خودشون سال 95 انجام دادن شده 8 درصد یا مسجد ها رو بخوایم حساب بکنیم قبل از انقلاب 71 درصد مردم میگفتن که حداقل ماهی دو بار به مسجد میرن مسجد رفتن رسمی بوده این نسبت بعد از انقلاب سی و تقریبا چهار بعد از انقلاب میرسه به 64 درصد و همینطور حالا بیام حساب بکنیم بقیه مناسک و این ها هم یه چنین چیزی رو نشون میده البته باید اینم در نظر بگیریم که تو نظرسنجی ها وقتا نظرسنجی بعد از انقلاب خب ممکنه افراد خیلی از نگران یه سری عواقب هم باشن میدونی سیاد اعتمادی نیست بالاخره وقتی نظرسنجی یعنی که دارن به یه, یه سری سوال جواب میدن اونم سوال های این جنسی که برای خیلی از مردم ممکنه نگران کننده بشه که خب الان من بگم نماز نمیخونم برام بد نشه یا یه وقت این, این معلوم نیست این اطلاعات از کجا, کجا قرار سر در بیاره علیه من استفاده نشه این نگرانی ها همیشه هست توی جامعه مثل ایران یعنی اینم باید در نظر بگیریم که ممکنه خیلی از افراد هم مثلا ببین فکر کن شما زنگ بزنن به آقا فراد بیان در خونتون بهتون بگن که از وزارت ارشاد یا وزارت اطلاعات اومدیم آیا شما به خدا اعتقاد داری؟ اطلاعات آیا که آیا اسلام و قرآن موافقی؟ اره. وزارت اطلاعات هم نظرسنجی های چیزی انجام میده آیا اصلا نماز میخوای؟ خب اینا یه ذره جواب دادن ندادن روش سخت میشه میگه می به اضافه می که یه تردید دیگه هم وجود داره این نظرسنجی ها درباره مسائل مناقشه برانگیز که حکومت توش تعارض منافع داره اینا از نظر منطقی هم ت... احتمال این وجود داره که نتایج دستکاری بشه دی... چون ما میدونیم که نظرسنجی ها رو رسما منتشر نمیکنن با تاخیر منتشر میکنن بالا پایین میکنن همه اینا رو... به حال حکومت جمهوری اسلامی تصور این که بیاد یه نظرسنجی رو انجام بده که توش نتایج این نظرسنجی خلاف منافع حکومت منافع ایدئولوژیک حکومت یعنی در واقع اون چیزایی که نظام رو برش عباده حیثیت داره یه ذره تصور اینم سخت اونم برای نظامی که کاری نداره دست بردن تو داده ها و امارا و اینا برای سابقه و تجربه داره و اصلا یه دلیلی که الان داریم بهش استناد میکنیم همینه یعنی که همین چیزی که شما فرمودی یه نظرسنجی که در خود حکومت انجام شده منابع رسمی ولی با این حال باز هم عددا داره نشون میده که وضع دینداری و شرکت مردم تو اینجور چیزها ظاهرا اومده پایین نسبت به نظرسنجی‌های مشابه قبل انقلاب ولی خب آقا توی ایران یه وضعیت حاکم اونم اینه که یه نفری میاد یه چیزی میگه بقیه میرن براش دوباره تکرارش میگم ما عین این تا بارها شده تو این پادکست درباره اظهارات نادرست مقام های حکومتی صحبت کردیم که تنها چیزی که دارن یعنی تنها منطقی که میشه براشون متصور بود اینه که چند وقت قبلش آقای خامنه ای چنین حرفی زده پارسال تو خرداد 1401 علی خامنه‌ای دقیقا توی سخنرانیش همین ادعا رو مطرح کرده بود که امروز گرایش مردم به دین و انقلاب خیلی بیشتر از اول انقلاب شده و از این حرفا ولی خب حتی با همین کارهایی که نظرسنجی خودشون هم همجور که الان توضیح دادیم مثال زدیم همخونی نداره ولی به هر حال به یه چنین چیزایی میان با همین دست تولید محتوا میکنن که خیلی مثلا دینداری مردم رو به مثلا ما توی حالا مطلبی که منتشر کردیم ارجاع دادیم به صحبت های حمید پارسونیا ها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که با سایت خامنه ای دات آی مصاحبه کرده بود و مدعی شده در هیچ زمانی در هیچ سطوح عقیدتی و مناسکی وضعیت دین و دینداری در ایران رو به افول نبوده و در سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دائما حالت فزاینده داشته که خب این خیلی عجیبه این نه تنها با شواهد و قرائن با چیزی که ما داریم از جامعه میبینیم با پیمایش خود حکومت هم جور نیست دقیقا همینطوری که میگی چه نشانی دادیم بهش نادرست آقا نادرست شده شاخدار بدیم ولی نادرست نشانه نادرست دادیم ما تا الان از آقای اسماعیلی وزیر فرنگ و ارشاد سه تا چک داشتیم که دو تاش نادرست بوده یکیش هم شاخدار شاخدارم که سر ماجرای بستن داروخونه ها و رستوران ها بهمن پارسال بود که گفته او بعید میدونم بستن داروخونه و رستوران به علت بیهجابی باشه که ما بهش نشانه شاخدار دادیم این هفته یه فکچه که دیگه هم داشتیم که خیلی فوش خوردیم اونم ماجرای توییت روسیه و دولت های خلیج عربی یا دولت های عربی خلیج و یه تیزیمه آقا فراد برامون تعریف کنیم ماجرا چی بود؟ بله یه توییتی حساب عربی وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده بود اخیراً و اخیرا که میگم 21 تیر هفته گذشته که خیلی بحث برانگیز شد و واکنش و عصبانیت در پی داشت به خاطر چی به خاطر اینکه این تصور پیش اومده بود که این حساب توییتری در این تویت خلیج فارس رو بهش گفته خلیج عربی خب خیلی واکنش ها رو برانگیخت مخصوصا اینکه خب به هر حال روسیه هم همزمان یه بیانیه ای داده بود که یه جنبه حمایت کننده از مقصد ادعای امارات برای حالا مالکیت جزایر سگانه و اینا داشت که که خلاصه یعنی اینا توی این کانتکست مطرح شده بود حالا تویت چی گفته بود ترجمه تویت اینه که سرگی لاوروف گفته خوشحالم که به وزرای امور خارجه بحرین کویت عمان پادشاهی عربستان سعودی و وزرای امور خارجه قطر و امارات متحده عربی و همچنین دبیر کل این کشور در مسکو خوش آمد بگویم در در بعد آخرش هم رشته شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج که خب این اسم رسمی این شورای همکاری کشورهای فلا حالا قصه چی بوده که این الخلیج عربیه باعث شده که خیلی ها فکر کنن که این به توییت به خلیج فارس گفته خلیج عربی در صورتی که همونجور که تو متن خوندم این عربی درباره کشورهاست نه درباره خلیج ببین عین عبارت اینه ادول خلیج العربیه عربیه که در واقع صفت العربیه برمیگرده به ادول که ظاهرا کلمه مؤنثه و لا. اون تای هم از اونجا میاد و اگه میخواست صفت به خلیج برگرده باید میشد خلیج العربی دیگه این تای رو نداشت این, ماجرا اگه یادتون باشه کسایی که انتخابات سال 88 رو یادشون باشه تو مناظره بین کروبی و احمدی نژاد کروبی هم یه عکسی نشون میده از احمدی نژاد که در یه در همین کنفرانس نشسته بالا سرش هم دقیقا همین رو نوشته مجلس تعاون دول خلیج عربیه و انتقاد میکنه به احمد که تو به عنوان رئیس جمهور ایران رفتی نشستی زیر همچین نوشته ای و باعث شرمندگی ایران و ایرانی شدی که خب احمد تو همون مناظره هم چند دقیقه بعدش بهش به این اشاره میکنه که این عربیه برمیگرده به دول بر نمیگرده به خلیج اگه بود خلیج بود میشد عربی همینی که الان شما گفتی آرزا ولی خب خیلی واکنش ها داشت این فکچک ما فکر میکنی چرا اینقدر واکنش داشتن خیلی به ما نه... به ما میگفتن مالکش روسیه اید آه. اه و یه چیزی فقط من اینو بگم یه نقصی که فکچک ما اول داشت این بود که ما بله این تو این توییت نگفته خلیج عربی خب گفته خلیج حالا بعضی هم میگفتن همونم جعلیه همونم شایسته فوش و بد و بیراه باشه اون ربط اون یه بحث دیگه است ولی تو این این خلیج عربی نگفته ولی یه سری از کاربرا برای ما به درستی به ما تذکر دادن که همین حساب قبلا در سالهای گذشته حداقل چهار بار از کلمه خلیج عربی استفاده کرده و این درسته این سابقه دار بود سابقه داشته بله ربطی به فکت چک ما نداره اون توییت ها واکنش برانگیز نشدن این توییت بوده که حجم زیادی از کاربرای ایرانی اومدن زیرش و فوش و بد و بیرا گفتن به این حساب توییتری روسیه که تو غلط میکنی میگی خلیج عربی و ما اومدیم گفتیم آقا این عصبانیتتون به این نیست این نباید باشه این خلیج عربی نگفته حالا میتونیم بگین چرا خلیج خالی گفتی ولی اسم اون شورای همکاری اینه و بر حال بلی... جهت این قضیه این چیز نیست ما باید اونم اشاره می کردیم و بعدا اشاره کردیم و اضافه کردیم بله بله بل اونو اشاره می کردیم روشن بشه ولی تو کانتکس مهم می مهمی بودین اینو که ما میدونیم اشاره که حساسیت به این موضوع خیلی بالاه خیلی زیاده و اینکه مخاطب انقدر حساسیت زیاده که مخاطبم کاملا مشخصه نمیخواد بشنوه و انگار یعنی حس شنیدن اون چیزی که اومده و عصبانیش کرده و میخواد مثلا بگه که آقا اینجوری که فکر میکردی نبود این یه چیز دیگه است این برعکس واکنش رو به دنبال داره که این واکنش برمیگرده به ما که آره شما چرا اینو داری میگید اومدید جاسوس پوتینید مالکش روسیه اید حتی یه نفر گفته بود که فکر میکنم ولی پاک کرد چون بعدا نتونستم پیداش کنم خیلی برای من عجیب بود همچین کامنتی گفته بود اصلا اوکی این درسته ولی شما چرا باید همچین فکتی رو بیاین بگید میدونی یعنی این این داش اینو میگفت که میگم اگه توییت رو داشتم دقیق تر میتونستم بخونم ولی میگه که الان چه لزومی داشت که بیاین درسته این واقعیته درسته حرفت درسته ولی برای چی باید بیای اینو بگی که بشه به نفع روسیه یعنی دقیقا نگاه انتظار دارن از ما که ما یه نگاه کنشگری داشته باشیم نگاه اکتیویستی ببینیم چه،, چه واقعیتی به صلاح چه واقعیتی به صلاح نیست میدونی آقا فرادیت چیزی وجود من یاد دارم خاطرات چیزی رو مرور میکنم خواهر این حرفی که میزنه یکی میاد مینویسه شما مالکش روسیه شما فلانی یه دقیقه تا بقیه بقیه این همه فچکی که ما مطالعه کردیم مطابق میله اون مخاطب بوده میذاره کنار و با یه دونه توییت یه دونه فکچک نتیجه میگیره من یخ... یادم میاد یه بار سر یکی از مطالبی که ما منتشر کرده بودیم یکی از کاربرا که حالا رفته بودیم مطلب اون رو فکر کرده بودیم اومده بود یه رشته توییت بلند بالا نوشت که اینا عاملان نمیدونم جمهوری اسلامی و فلان و بهمانن سالها اومدن اعتماد مخاطب رو جمع کردن جلب کردن رفتن به خامنه ای شاخدار و نادرست و اینا دادن که به موقع سر به زنگاه بیان از حیثیت نظام دفاع کنن کجا سر به زنگاه حرف که این زده به زنگاه چی بوده نادر طالب زاده اون یارو چیز بود حرفی سره... بود که یهودیه یا نادر طالب زاده آره ما ما یهودی که نیست, نیست. <تصفح> <applause> بعد یارون گفت اینا رفتن به خامنه ای شاخدار دادن تمام نظام و سران نظام و نادرست و اینا دادن که اعتماد همه رو جلب کنن الان که یه وقتش رسید بیان از <applause> و گفته که پروژه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فکنامه چرا؟ چون یه جایی تو پادکست حالا پادکست رو شنیده بود در پادکست رضا میگه که طبق اسناد وزارت اطلاعات مثلا فلان چیز و همان چیز میگه شما چجوری به این اسناد دسترسی دارید از تو سایتش سایتشه همه دسترسی دارن نه منظورم اینه که ببین چه تصور خب آقا یکی یه حرف نادرستی بزنه یه چیزی بگه بعدن هم یکی بیاد بگه که نه تو اشتباه کردی نادرسته حس خوبی نیادم خوشش نمیاد بهش بگن که الان من یه چیزی میگم آقا فراد میگه نه خیلی اینجوری نیست خب من این ممکنه بخوره تو ذوقم ناراحت بشم ولی اینکه بیام سری نتیجه بگیرم دنبال این بگردم بگم آقا فراد شما الان فلان هستی و بهمان هستی که اومدی این همه سال اعتماد من و مردم و همه رو جلب کردی که بیای تو این لحظه مبارک منو زای بکنی ببب. یعنی کل اینو میذاره مخاطب کنار کل سابقه رو کل فکچک که تا الان اومده مطابق میلش بوده کل فکچک که تا الان فکر میکرده روشنگر بوده کل تلاشایی که انجام شده برای اینکه بیاد یک ابهامی رو ازش در واقع ابهام بکنه یک موضوع مهمی رو اینا رو میذاره کنار و یه چیزی که میاد سریع سر عصبانی میشه و میاد ما در صورتی که نه وظیفه ما این بوده که هنوزم فکر میکنیم که وظیفه ما این بوده که وقتی یه چنین توییتی یه چنین محتوایی میاد تو های اجتماعی فراگیر نه فقط های اجتماعی کلی از رسانه ها درباره این موضوع نوشتن که حساب کاربری همین عکس توییت وزارت خارجه روسیه رو منتشر کردن درباره اینکه وزارت خارجه روسیه گفته خلیج عربی مطلب منتشر کردن خب این اشتباه وظیفه ما بوده بیایم این اشتباه رو گوشزد بکنیم اصلاح بکنیم بدون اینکه قصد داشته باشیم کسی رو زایی بکنیم حال کسی رو بگیریم و وظیفه یا فهمن... حمایت بکنیم از روسیه ما اینجا اصلا بحث حمایت از روسیه و چیز دلیل نمیشه یعنی شما همین الان،, الان یه حکومتی رو مجسم کن حالا ما اصلا اسمم نبریم یه حکومتی رو ما فکر میکنیم جنایتکاره حالا مثلا اسم خوب. اسمم نبریم مثلا آدم میکشه آه. اوکی بعد بیایم یه قصه های عجیب غریب بسازیم بگیم که بله این حکومت جنایتکار میدونستید مثلا بچه هم میخوره خب خب نباید بگیم همچی چیزی خب این غلطه ما به عنوان فکت چکر میایم بگیم نه خیر فلان حکومت بچه نمیخورد رهبر اون حکومت بچه نمیخوره هیچ سندی نیست این شاخ داره بعد شما بیاین عصبانی بشید که داری حمایت میکنی از اون حکومت نه شما حرف نادرست نزن اگه میخوای انتقاد کنی اگه میخوای کنشگری کنی میخوای کار سیاسی بکنی فعالیت اجتماعی بکنی فعالیت سیاسی بکنی برای یک هدف باید از واقعیت استفاده کنی با حرفای ساختگی و حرفای غلط و نادرست بخوای کار خودتو پیش ببری اون بار به منزل نخواهد رسید اعتقاد بنده اینه فهم میکنم اعتقاد شما هم همین باشه من نه آفرد من اصلا این شکلی فکر نه بعضی واقعا فکر میکنن ظاهرا به نظر میاد که بعضی وقتا برای رسیدن به یک هدف اب نداره حالا بعضی وقتا دروغ مسلحتی هم بگیم یه سری شایه هم بسازیم اب نداره ضربه میزن برای یک یک نفع بزرگتر ما اب نداره که بعضی وقتا دروغ هم بگیم خب این ما با همچین چیزی اصلا موافق نیستیم کار ما این نیست کار ما این نیست کار ما اینه که نادرستی و حرفای غیر فکتوال رو از هر طرف و از هر جایی که بیاد بهشون اشاره کنیم و بررسی کنیم و فکچک کنیم طبیعتا وقتی هم که یه موضوعات مناقشه برانگیزی هم باشن قطعا یه طرف خوشش نمیاد یه طرف دیگه دست و هورا میکشه برامون که ما نه اون بله دست و هورا رو لازم داریم نه فوش خوردن رو حق خودمون میدونیم خب آقا رزا همونجور که میدونی کار کار انگلیسی هست همیشه و تمام اتفاقاتی که در ایران در چند دهه اخیر افتاده زیر سر انگلیسی هست. اینو این میدونستی که آفراد مالکشی برای روسیه تموم شد بریم برای انگلیس بریم مالکشی برای <تصفح> نه مالکشی برای انگلیس نیست دیگه داریم میخوام انگلیس رو تطهیر میخوای بکنیم آقا آره، بگو ماجرا حر... چیه آره ماجرا اینه که یه ویدیویی از آیت الله روح الله خمینی در بعد و ورود به ایران وقتی که رفته بود مدرسه علوی و دوستارانش اومدن دیدارش حتما دیدید این تصویر رو یا عکساشو دیدین یا فیلم دیدین که از یه پنجره‌ای داره به طرف هوادارا دست کو میده دستا به سمتش دراز شده میخوان دست بزنن بهش بعضی ها رو یه تاچ کوچولو میکنه بعضیا رو نمیکنه بیشتر داره دست میده حالا ویدیوی یه ویدیو یه فرد عینکی حالا پا به گذاشته ای هم کنارشه کرواتیک و شلوار کاری که این آقا داره میکنه اینه که دستشو میزنه به دست خمینی و بعد اون دست رو میزنه به دست دوستداران و هواداران در واقع کاری که داره میکنه ایرانی ها همه میدونن این چیه یعنی داره تبرک می... متبرک میکنه دستشو و دست متبرک شده رو میزنه به دست هواداران اون چیزی که اون هوادارا میخوان دستشو امامی میکنه امامی میکنه حالا میزنه به هوادارا اینو سالهاست یه شایعی در شبکه های اجتماعی و اینترنت پخش شده که این آقا میدونستید که این آقا سفیر انگلیس در تهرانه و ببینید که داره چه کار میکنه داره خرافات رو چه جوری داره ترویج میده در بین مردم ایران و این اصلا برنامه بریتانیاست و در برنامه انگلیسه که مردم ایران رو خرافاتی بکنه و با این جور عقاید عقب نگه داره که بتونه حکومت کنه و خب آخوندارم که میدونید انگلیس آورده سر کار و هم این هم آوردهشون از... سر کار هم, هم میخواد مرد بکنه خرافه از طریق اون خرافه کنه بکنه. خب این از این فکت چک این که دو... <laughs> <applause> آقا اینو چی توضیح بده <applause> یه وقته واقعا کار فکت سختیش نه آخه اینو چی بگم چه دلایلی بیام بشینیم باشم چون ما باید خودمون رو پاک بکنیم تمام پیز زمینه هایی که داریم تمام چیزهایی که میدونیم بزنیم که خب بیایم حالا رو زمین صاف بشینیم بگیم که آقا چرا این مثلا سفیر انگلیس هست یا چرا نیست آقا فراد دو خب. دو چرا این اول از از این شروع بکنیم که اصلا ما هیچی نمیدونیم این کیه آقا مثلا خب یعنی میخوام مثال بزنم که ببینیم مثلا خیلی وقتا ما با اینجور چیزا که طرف میشیم تو شبکه های اجتماعی لازم نیست دقیقا بدونیم جواب چیه ولی بعضی وقتا میتونیم با منطق بفهمیم که جواب لاقل چی نیست مثلا تو این وضعیت شما باید فکر بکنید که این الان داریم درباره سال 57 صحبت میکنیم آیت الله خمینی برگشته ایران شاه از ایران رفته مهمترین خبر دنیاست و آقای خمینی شاید بتونیم بگیم مهمترین به لحاظ خبری شخصیت دنیاست تمام دنیا دارن تحولات ایران رو دنبال میکنن این ماجرا این دیدار یا این ویدیو جلوی دوربین خبرنگاران و دوربین رسانه ها داره اتفاق میفته حالا این وسط سفیر یک کشوری به مهمی و تاثیرگذاری بریتانیا بیاد کنار این آدم کنار مهمترین شخصی که حالا همه دنیای نگرانن مخالفن این کی هستن قراره چه اتفاقی بیفته و بیاد اینجوری دستشم بزنه به عنوان مثلا هیئت همراه انگار مثلا محافظ رفیقش کنار شونه به شونش وایسه و این کارا رو بکنه و هیچ واکنشی نداشته باشه از سمت خبرگزاری ها و خبر رسانه ها و همچنین از طرف دولتش که همچین حرکتی بکنه بره کنار یه کشوری و اصلا یه موزه سیاسی این شکلی بگیره خب پس ما باید یه ذره فکر بکنیم بگیم خب قطعا نمیتونه این سفیر باشه ما نمیتونیم فکر کنیم که این سفیر یه حکومتی یه کشوری بیاد همچین کاری بکنه و هیچ عواقبی براش نداشته باشه و سالهای سال دربارهش حرف زده نشه که فلان فلان آدم سفیر همچین حرکت عجیبی کرد در تکمیل اون که داشتی میگفتی که در مورد اینکه اهمیت خبری خمینی اون سال آقای خمینی شخصیت اصلی تایم شده بود شخصیت سال مجله تایم سال. شده بود مرد سال تایم شده بود و در واقع مغناطیس زیادی برای جذب دوربینا و رسانه های خبری خب داشت به درستی یه کشور مهمی حکومتش یهو زیر و رو شده هل. و خب اون آدمی که یهو برای برای, برای کل دنیا برای خیلی از ایرانی ها مثلا همینطور بوده همه که نمیشناختنش خمینی رو ماهای آخر, آخر حکومت پهلوی بود که یهو یه خیلی خبرساز شد یه آدم یه اپوزیسیونی چیز بوده در در تبعید بعضیا میشناختن جمع ولی یهو یه ش... بعد بعد فکر کنم برای دنیا یهو یه, یه, آدمی از هیچی یهو یه سر سر برآورد در عرض چند ماه حکومت قدرتمند پهلوی رو زیرو رو کرد خب بعد با... خب بعد سفیر انگلیس بره کنارش و اینجوری این حرکات رو انجام دستشو بده بماله بماله دستشو به ماله و هوادارا چیز کنه به عنوان مثلا هیئت همراه یعنی ما همه اونجا خب با همین باید فکر فکر بکنیم که خب این منطقه نمیتونه درست باشه ما نمیدونیم کیه من نمیدونم کیه ولی قطعا سفیر نمیتونه باشه این یه چیز دیگه است خب ولی حالا کی هست حال... آقا حالا بریم ببینیم کیه خبرگزاری فارس یه فکت چک مثلا کرده بود سال 98 به درستی گفته بود این سفیر نیست ولی به نادرستی گفته بود این کریم سنجابیه در مدرسه علوی که خب ما عکسای کریم سنجابی رو اگه ببینیم میتونیم خب این کریم سنجابی نیست کریم سنجابی هم که آدم ناشناخته نبوده عکس ازش زیاده از دوران جوانیش هست تا آخر عمر و اصلا عکس هست ازش در مدرسه علوی که میتونیم ببینیم این آقا که در مدرسه علوی اومده پیش خمینی اون همون آقایی که داره دست میماله و میزنه به این ور بر. و... نه نیست و تنها شباهتش اینه که بله کریم سنجابی هم عینکیه و کروات داره و کت شلوار ولی خب کریم سنجابی نیست کی هست پس آقایی به اسم قلام حسین روغنی آقای روغنی خب اینو خبرگزاری یعنی سایت جماران هم اینو تایید کرده سایت جماران هم نزدیک به خانواده خمینیه این آقای غلام حسین روغنی بازرگان اصفهانیه بوده که نمایندگی فورد رو هم داشته در ایران آدم متمولی بوده سال 42 بعد از ماجرای 15 خورداد که خمینی دستگیر میشه یه مدت بعد که میارنش بیرون که میخواستن در حبس خانگی باشه و حالا تحت نظر باشه با موافقت مسئولان حکومت یه مدتی میره خونه همین آقای روغنی و مدت ها آقای روغنی میزبان الله خمینی بوده و این قضیه اینه حال یکی از دوستان نزدیکش بوده سالها پیشش بوده همراهش بوده اعتمالا در سالهای بعد هم کم و بیش حمایتش کرده و این خب تو ما تو مطلب به تفصیل اینا رو قصه درباره آقای روغنی رو گفتیم تو خاطرات حسین علی منتظری اومده ایرج مستاقی فعال سیاسی توی گفتگویی با پرویز معتمد که مأمور بازداشت خمینی تو ساواک بوده گفته اونجا درباره روغنی و خانه‌ای که در اختیار خمینی گذاشته حرف زده حالا اینکه منزل میگفتم یه جایی میگه منزل حاج غلام روغنی در خیابان دولت چهارراه قنات اول خیابان قیطریه بوده خانه بسیار زیبا مجلل و شیکی بود مساحت حیات آن بیش از 2000 متر بود باغ بود سالن پذیرایی خیلی بزرگی داشت و الی یه عکس خیلی معروفی هم داره آقای اینجوری نشسته چنبات مکنار حوض بله،, بله خیلی اون اون حالت زیاد داره تو عکس ها ولی تو یه دونش از همه خیلی معروف داره اینجوری دستشو گذاشته رو زانوش نشسته اون عکس خ... بله. او تو همین حیات منزل آقای روغنی بود بله سن و سالش هم میخوره به همون زمان دهه چل تو اون عکس که گفته میشه که آره این در کنار حوض منزل حاج غلام روغنی خب عکس های یه روش آسونتر از این که بفهمیم که این سفیر انگلیس نیستم خب یه آدم میره میبینه سفیر انگلیس اون موقع کی بوده که خب جان گرام دیپلمات بریتانیایی سفیر وقت بریتانیا بود در انگلیس که اتفاقا چند ماه قبل از این ماجراها قبل از سقوط حکومت پهلوی این پست رو ده تحویل میگیره در واقع رو به بختیار تقدیم میکنه چون رئیس دولت بوده برای همین خیلی هم جور نیست که بخواد الان تو اون موقعیت یهو بره کنار خمینی و یهو ق... خب همچین کاری ما باید من چجوری توضیح بدم خیلی واضح سخته اصلا توضیح فکر نمی <تصحنت> اون قصد شید ابهامی برای کسی اون قضیه رو آخر میخوام بگم که سفیر یک کشور بخواد همچین کاری بکنه در واقع موضع اون کشور در قبال یک رهبر جدیدی که رهبر انقلابی هنوز دولتی هم تشکیل نشده هنوز سفارتی هنوز حکومت رو هواست به ولی خب هی بارها الان خودمون گفتیم آقا اینا دیگه واقعا روشن ولی جالب اینه با همه این اوصاف با همه بدیهی بودن این چیزایی که به نظر میرسید بدیهی آقا فراد شما گفتی با همه اینا سالهاست این شایعه داره دست به دست میشه و یه آدمایی زیر این شایعات مثلا متنای خیلی جدی می نویسن. یعنی این در مقیاس گسترده میاد دربارش تحلیل می نویسن نظر میدن به خاطر اینکه این بخشی از همون تفکریه که ما اول به شوخی گفتیم حالا علاوه بر اینکه کارکار انگلیسی هاست اون چی یه چیزی هم که ما حداقل یکی دو مورد هم داشتیم دربارهش فکر چک کردیم ماجرا اینه که اصلا این خرافات و این رسم و رسوم شیعه و اینا اینا کار انگلیسه وگرنه همچی چیزایی تو شیه نبوده اگه یادتون باشه یه فکچک داشتیم درباره اینکه قمه زنی رو اولین بار سفیر انگلیس در ایران باب کرد تو در سفارت در محرم قمه زد عکسش هم گذاشته بودن که خب, خب، چیز خنده بود دیگه اون اصلا عکسی هیچ ربطی به سفیر نداشت اون عکس اصلا در نجف گرفته شده بود حتی ایران هم نبود و این قصه های حداقل به ده ها ساعت قبل از اینکه بخواد اینجا سفارت درست بکنه بله. انگلیسی ایران هفته پیشم که اون بحث نظریا بحث نظری هم داشتیم دیگه اینا همه انگار در یک دسته بندی قرار میگیرن گیرن اینکه کلا برنامه انگلیس اینه که مردم ایران رو خرافاتی و مذهبی و مذهبی اونم به معنای خوشگش ما خوش. نمیدونیم که چه برنامه مخفیانه ممکنه وجود داشته باشه یا نه ما نمیدونیم ولی بر اساس میدونیم که هیچ سند هیچ مدرک یا هیچ حتی شواهد منطقی هیچ دلیلی قانع کننده ای که بشه دربارش فکر رو تحمل کرد درباره این موضوعات وجود نداره سه تا فکچک داریم درباره موضوع اینترنت که اگر موافق باشی خیلی سریع این فکچک ها رو مرور کنیم یکی درباره استالینگ داریم که به هر حال بحثش بحث داغی چند ماه گذشته وقتی که خطر قطعی اینترنت در ایران بود خیلی بحثش میونه کاربرا بالا گرفته بود و ما هم چندین بار تو این پادکست درباره صحبت کردیم الان در واقع مقام های حکومتی و به حال افرادی در داخل حکومت هم درباره استالین صحبت میکنن از جمله آقای عیسی زارپور وزیر ارتباطات روز 21 تیر 1402 توی حاشیه مراسم اجلاس کشورهای عضو سازمان اکو ما به دنبال مهیا کردن شرایط فعالیت استالینگ در کشور به صورت قانونی هستیم ما نه من <applause> من حالا <applause> من دنبال اینم آله. اینو برداشتیم که فکت چک بکنیم رفتیم سراغش موضوع رو بررسی کنیم خب ببینید در ظاهر که خب این جمله رو نمیشه یعنی اینکه دنباله یکی دنباله چه چیزی هست چه چیزی نیست دلی. قابل فکت نیست ولی میشه رفت شواهد و قرائن موانع همه اینا رو بررسی کرد یعنی با واقعیت موجود ایار این حرف رو سنجید ما همین کار رو کردیم رفتیم بررسی کردیم اسناد و واقعیت های حقوقی که وجود داره این معنی این حرف آقای وزیر ارتباطات اینه که بیاد و یک سری قوانین رو در مملکت عوض بکنه از اون طرف هم به حال یه پیگیری های خیلی ویژه و خاصی هم انجام بده با استارلینک که به حال یه شرکت معتبری در دنیا هستش که بیاد یه شرایط خاصی رو بپذیره در یه چنین صورتی میشه گفتش که آقای زارپور دنبال رفع موانع قانونی و مهیا کردن شرایط فعالیت استارلینک در کشوره در واقع این حرفی که آقای زارپور داره میزنه کسی که یعنی کسانی که آشنا باشن با سیاست ها و کلا ساختار فضای مجازی و اینترنت و صحبت ها در جمهوری اسلامی متوجه میشن که این حرفش از اساس اصلا اینجوری ما نوشتیم تو مطلب که با بنیادی ترین اسناد بالادستی توسعه و چشم انداز فضای مجازی تو جمهوری اسلامی تناقض آشکار داره حالا شما آرزو میتونیم مثلا لیستشو بگیم اینو و اصلا یه چیز دیگه هم که تناقض داره اینه که اصلا با اون کلا واقعیت روند توسعه اینترنت و اون اه اهدافی که برای شبکه ملی اطلاعات گذاشته شده این در تناقضه بله ما هشتا سند قانونی رو فهرست کردیم های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه‌ای که ابلاغیه آقای خامنه‌ای سال 77 مقررات ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 1380 اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت مصوب هیئت وزیران 86 این سومی ماده دو اساسنامه درباره انحصار توزیع اینترنت در ایران بله بله همه اینایی که میگیم همه اینا ماده های مشخص داره همه اینایی که میگیم میگه که درگاه ورودی اینترنت به کشور زیر نظر در انحصار دولت قرار داره که یه سری طرح و ماده هم هستش که دنبالشن اینو ببرن زیر نظر نیروهای مسلح یعنی از دولت هم بگیرن برای ولی همه اینا میگه در انحصار دولت تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه برای شبکه ملی اطلاعات مصوب 89 سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه 95 سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات باز مصوبه 95 شورای عالی فضای مجازی یه سری نامه ها و اسناد محرمانه که در داخل در واقع توی این هک های اخیر اومده بیرون خود طرح سیانت هستش که تو سال 1400 تو مجلس مطرح بود همه اینا میگه آقا اینترنت در انحصار دولت جمهوری اسلامی نه حتی فراتر از اون در انحصار نهادهایی که زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنن این در واقع فارغ از اینه که اصلا کلا آیا شرکت اسپایسیکس که صاحب استار هستش حاضر میشه به ایران خدمات بده یا نه اگر یه روزی هم این اتفاق بخواد بیفته باید برن تمام این قوانین و ها رو تغییر بدن و یه چنین چیزی بعید دور از ذهن و غیر ممکن به نظر مستم. یه منشم. مثالی هم که زدیم این بود که مثل این میمونه که یه وزیری یا یه رئیس جمهوری بیاد بگه من ب... به دنبال سکولار کردن جمهوری اسلامی هم. بله. ممکنه باشی ولی سکولار کردن جمهوری اسلامی یعنی باید از اساس قانون اساسی رو عوض کنی و اصلا تبدیل میشه به یه چیز دیگه اینکه بله رو کاغذ ممکنه بتونی شما دنبال این باشی ولی دیگه نمیتونی بگی جمهوری اسلامی رو ایران رو من میخوام این همین رژیم رو همین حکومت رو من میخوام سکولار کنم خب دیگه این اون نیست دیگه حتی اسمش هم عوض شه <applause> برای همین حالا ما بهش نشان ندادیم ولی در یه مقاله که در این بار منتشر کردیم تمام ریز اینا رو گفتیم که با کدوم بند و کدوم ماده این اسناد و این اساسنامه ها و سیاست ها در تناقض این حرف آقای زارپور از آقای زاره پور یه فکچه که دیگه ما این هفته داشتیم ایشون گفته بود که هیچ سایت علمی در جمهوری اسلامی ایران فیلتر نشده و دستا در, در مرام دولت و نظام جمهوری اسلامی نیست که سایت علمی رو قطع کنه این از اون فکچک که خب حتما هر باشه نتیجهش فکر میکنیم جالب باشه برای همین رفتیم سراغش خب اول از همه باید بگیم که منظورش خیلی از سایت علمی رو توضیح نداده که بدون منظورشون سایت علمی چیه ولی خب تو دستبندی های بین المللی یه سایت هایی هستن با عنوان ساینس و ایژوکیشن جز دستبندی های جهانی که خب فعالیتشون تو حوزه های آموزشی و پژوهش مربوط با فناوری های روز و علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی و پزشکی و این صحبت هست. ما اینو فرض خب گرفتیم ما اینو س... فرض گرفتیم آره. خب اگر یادتون باشه سال 92 ممکنه یادتون باشه ممکنه و زمان که محمود واعظی وزیر ارتباطات بود توی یه ای گفته بود که یه سری سایت های علمی و تخصصی و آموزشی تو ایران فیلتر شدن یا سانسور شدن و حرفش هم این بود که این ماجرا ولی از دست دولت خارجه البته فیلتر شدن سایت های علمی در جمهوری اسلامی بی سابقه نیست در گذشته این اتفاق افتاده بارها هم اتفاق رخ داده در سال 92 حتی وزیر وقت ارتباطات محمود واعظی هم تایید کرده بود و گفته بود که حالا دولت نقشی در این میون نداره اما نکته اینه که این سایت ها فیلترینگ این سایت های علمی همین سایت های توی دستبندی ساینس اند ادویکیشن اینا به صورت به صورت خودکار فیلتر شدن یعنی اینکه اومدن بر اساس که جستجو می‌کرده، و اینها فیلتر شدن بعدم از اون طرف یه برها سازوکارهایی در نظر گرفته شده گزارش هایی که میر شده و در واقع گزارش میدادن این سایت ها رو بلا فاصله بعد از اینکه مشخص میشد سایت علمیان رفع فیلتر میشد یعنی عملا این اراده ای برای فیلتر کردن سایت های علمی به این معنی وجود نداشته اما فیلتر شدن سابقه داشته یعنی فیلترینگ هوشمند می به یهو به خاطر پیدا کردن یک واژه می یه سایت علمی رو کاملا فیلتر میکرد در سالهای گذشته به هر های زیادی اومده دسترسی به سایت های مثل نیچر ناسا کورسیا <applause> اینا در واقع قطع شده مسدود شده و کاربران به خاطر فیلترینگ نتونستن تو یه مقاطعی دسترسی داشته باشن اما این دسترسی این در واقع محدودیت ها موقت بوده و بعد از اینکه حالا گزارش می شده رفع می شده یعنی عملا این اراده رفع فیلترش حداقل وجود فرامی... آره و الانم تقریبا حالا اه... ما گشتیم یکی دو روز بیشتر از یکی دو روز فهم میکنم سه چهار روز ما داشتیم میگشتیم که ببینیم چیزی موردی پیدا میکنیم یا نه واقعا مورد خاصی نبود تمام سایت های علمی بازن و در دسترسن لاقل اون چیزی که ما دیدیم و اراده ای برای فیلترینگ سایت های علمی نیست تو جمهوری اسلامی ولی به هر حال سابقه داشته و حتی در بعضی موارد به صورت هوشمند یه بخشایی سانسور شده و میشه بله. برای همین ما بهش نشان درست ندادیم به این گفته آقای زارپور نشان نیمه درست گرفت از ما خب تعریف نیمه درست هم اینه که توضیح یا اطلاعات بیشتر... واقعیت داره گفته ولی توضیح یا اطلاعات بیشتری نیازه و در برخی موارد ممکن است جزئیات مهم ذکر نشده باشه البته آقا فرود صبح که داشتم می نگاه میکردم کامنت های اینستاگرام و درباره این فکت چک خیلی کار برای گفته بودن که نیمه درست نشانه درست یعنی موافق نبودن با نیمه درست مثلا اشاره میکردن به اینکه یه سایت هایی مثل یوتیوب اینا که قابلیت استفاده علمی هم داره بل. اونا فیلتر هم. ولی ما نکته اینه که ما فرض فرض و مبنای این فکت چک و سایت هایی گذاشتیم که در دسته اون ساینس اند دسته بندی میشن و این بر اساس این فرض و فکر میکنیم که منظور گوینده هم یه چنین چیزی بوده وگرنه در این که انواع و اقسام سایت ها در ایران فیلتر میشن و اون سایت ها میتونن کاربری علمی هم داشته باشن در این هیچ تردیدی وجود نداره فکت که بعدی که میخوایم بگیم خیلی خلاصه هم میگه موضوع تخصصی همکارانمون سوهل و فرشید زحمتش کشیدن روی این موضوعات مربوط اینترنت و اینا کار میکنن من سریع میخونمش دارم اشتباه و نگیم در بحث اختلال گوگل برای کاربران ایرانیه که آقای محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران یه تصویری از گوگل رو منتشر کرده بود تصویری که آقای جعفر بود منتشر کرده بود خطای 403 رو برای سه تا شهر تهران تبریز و شیراز نشون میداد این خطا به معنی وجود اختلال در اتصال به گوگله ببین با این تاثیر نمیشه فهمید که این اختلال از کجا به وجود اومده و منشأ و منبع یه چنین اختلالی چیست اما نکته اینجاست که هیچ سندی اولا برای اینکه این اختلال برای کاربران ایرانی توسط گوگل ایجاد شده نه در داخل ایران ایجاد شده وجود نداره خود گوگل هم درباره بحث محدود کردن استفاده کاربران ایرانی چیزی نگفته همچنین بررسی این اتفاق توی پروتکل‌های HTTP و https نشون میده که این اختلال به احتمال خیلی زیاد ناشی از دستکاری و اختلالات داخلی است به اضافه اینم در یه بخشی از ایران در واقع این چیزی که اومده و سرور اروری که داره نشون میده در بخشی از ایرانه که به مشاهده شده شواهد و قرائن خلاف اون ادعایی که مطرح شده از طرف مدیر عامل زیرساخت رو داره نشون میده و ما هم بهش نشانه نادرست خب آقا رزا به عنوان فکچک آخر هم بریم سراغ سوژه جذاب و هیجان انگیز تورم <applause> و این دیگه زحمتش طبق معمول میفته به عده شما نشانش هم خیلی هیجان انگیز و جالبه نشان غیر قابل اثبات <applause> آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی دارایی گفته که نرخ رشد تورم از اسفند ماه سال قبل از 5 درصد به 4 درصد در فروردین سپس 3 درصد در اردیبهشت و 2 درصد در خرداد 1402 رسید و روند افزایش قیمت ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی در حرکت است خب تا جایی که من میدونم آرزا این کم و بیش جوره با آمار رسمی و آماری که مرکز آمار منتشر کرده پس چرا ما بهش نشان غیر قابل اثبات دادیم ارشاد حضور شما اول من بگم که این که تورم خیلی خیلی موضوع مهمیه شاید بیشتر مانه. از تمام موضوعات دیگه‌ای که ما دربارش صحبت خیلی از موضوعاتی که ما دربارش صحبت میکنیم. این روی زندگی مردم روی کیفیت اقتصادی اجتماعی و زیستی زندگی مردم تاثیر داره این حد و حجمی که از تورم بلای تورم به سر مردم ایران توی این ده سال گذشته نازل شده واقعا در طول تاریخ معاصر بی سابقه است میدونیم تورم ساختارهای اجتماعی رو نابود میکنه میدونیم تاثیر میذاره اینا رو اینا این ای واقعیتیه که وجود داره ولی انقدر درباره این بحث تورم عدد و رقم ها و چیزهای نادرست ادعاهای مختلف مطرح میشه بی پای و اساس و اینا مطرح میشه که از اون جهت داره من خودم میگم همیشه این فکچک های در مورد مسائل اقتصادی و شاخص ها و اینا خیلی فکچک های جذابی نیست اما فکچک های مهم ما به این دلیل ها فراد جواب سوال شما رو بدم دادیم غیر قابل اثبات به این دلیل که بله با این آن همخونی داره ولی آیا این حرکت به سمت صبات اقتصادی ها? آیا قرار آرامش یا نمیدونیم یعنی در واقع این هم میتونه باشه هم میتونه نباشه چرا چون ما میای منحنی تغییرات تورمی رو که نگاه میکنیم توی دهه 90 که هیچی توی این از سال 98 به بعد شده بارها شده که در طی سه ماه نرخ تورم روند نزولی داشته بارها شده که در طی بیشتر از سه ماه نرخ تورم نرخ همینجوری کاهنده داشته تورم ماهانه بعدش یهو دوباره به هم ریخته و همه چی دوباره رفته بالا این دفعه نشانه های خیلی امیدوار کننده ای وجود داره از جمله اینکه رشد نقدینگی هم به شدت کاهش پیدا کرده مثلا طبق والا چیزایی که وجود این میزان نرخ رشد دوازده ماه نقدینگی خب توی خورداد ما طبق حالا جدولایی که منتشر طبق نمودارایی که منتشر کردن خود چیزو منتشر نکردن خود آمار دیتیل رو مثلا رسیده به 29 درصد اینو مقایسه بکنیم مثلا مهر پارسال این 43 درصد بود خب این نشانه امیدوار کننده اما در مورد اینم نمیشه با قطیت صحبت کرد دو تا دلیل مشخص داریم ما دربارش یکی این که همین بحث این که به دلایل نامشخصی انتشار جزئیات آمارها متوقف شده یعنی این چیزی که قبلا منتشر میکردن تحت عنوان متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر میکرد ماهاست که بدون ارائه دلیلی منتشر نمیکنه تغییرات پای پولی رو کسی نمیدونه چقدر پای در واقع نمیدونیم که چقدر داره میزان مداخله خلق پول توسط دولت داره چقدر افزایش و کاهش بده اینا رو ما نمیدونیم و این زن هم تقویت شده زن دستکاری آماری هم تقویت شده در ماه گذشته نشانه های ناخوشایندی ما دیدیم از جمله اینکه توقف انتشار های مرکز آمار تغییر شکلشون بانک مرکزی مثلا داده تو غیر منظم متجد. اینا هم هستش که این گمان و این نگرانی وجود میاره که داده ها دستکاری شده بشن خلاصه ما نمیتونیم بگیم یه چنین به همون نسبتی که احتمال داره این یک نشانه خوب باشه از حرکت نسبی حالا ما میگیم صبات هم یه وقتی یه چیز نشه از قراره داریم درباره نرخ های تورم بال 40 درصد و اینا داریم صحبت میکنیم بحث ثبات به معنی ثبات واقعی نیست بله میتونه این یه حرکتی از بهبود خیلی لایت و نسبی اوضاع باشه میتونم نه نباشه دوباره همه چیز مثل ماهای گذشته دوباره یه روند افزایشی پیدا کنه و وضعیت از این است که هست بدتر بشه مرسی رضا جان خیلی ممنون این از فکت چک تموم شد فکت چک این هفته حالا بریم سراغ کامنت ها طبقه برنامه هر افتمان. آرزا کامنتا جالبه که بگیم که همچنان بحث نشانها ادامه داره دوستان کامنت گذاشتن هنوز این بحث ها ادامه داره آتیه نظر داده گفته من برام فرقی نمیکنه من بیشتر برام توضیحاتی که درباره روند فکچک کردن خبر میدید جذابه و دو تا سوال پارسا پرسیده شما از ربات های هوش مصنوعی هم در روند فکچکی استفاده میکنید جواب کوتاهش اینه که نه استفاده نمی کنیم ولی بحث اصلا آتومیت کردن روند فکت چکینگ یه چیزیه که سال هاست داره پیگیری میشه به موفقت هایی هم رسیدن یه سری گروه ها تو بعضی زمینه ها الان هم حالا با رشد در واقع تصاعدی هوش مصنوعی این ماجرا دوباره اومده تو پیش زمینه و خیلی دارن درباره صحبت میکنن که چطور میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد تو این زمینه این یه بحثیه که حالا شاید باید یه وقت دیگه درباره کلا این پروسه یا هدف اتومیت کردن فک چکینگ هم حرف بزنیم که چه کارهایی داره میشه چه رویاهایی داره بافته میشه بافته میشه براش و خب چیزای حق بخ... فیلد هیجان انگیزیه که باید بریم سراغش یه ولی چیزی من اضافه بکنم آقا فراد فرما شما این هوش که الان که هستش اینا خیلی فارسیشون هم خوب نی یعنی میدونم که فکت چکرای دیگه اینا که مخصوصا یا حتی خود ما وقتی نیازه که بریم یه منبع خارجی رو چه بعضی وقتا سوال میکنیم مثلا از چت جی اینا شده من خودم مثلا یه چیزی پرسیدم که مثلا یه چیزی رو پیدا بکنه یه کار اینجوری خارجی ها مثلا خیلی بیشتر از این ما استفاده میکنیم ولی فارسیش خوب نیست قدیمی هم هست اطلاعاتی که داره آپدیت شده نیست یعنی چیزی نیست که بشه بهش اعتماد کرد نه ابزار کمکی میتونه باشه در آینده ولی فکر میکنم حالا لا کار داره که ما بتونیم از فرق... از هوش مصنوعی بر فکت چکینگ استفاده هم داره. هم داره خیلی وقتا من مثلا یه شخصیت ایرانی رو یه دفعه بهش گفتم که یه بیوگرافی کوتاه به چت جی پی تی. البته میگیم چت جی پی تی که الان ما به صورت رایگان استفاده میکنیم که ورژن خیلی پیش با افتاده قضیه است لایه های پیچیده تر هم هست ازش ولی از همین چت جی پی تی که همه در دسترسشونه یه شخصیت ایرانی رو مثلا بهش گفتم یه بیوگرافی کوتاه ازش بده تاریخ مرگ طرف رو اشتباه گفت یعنی یه تاریخ مرگ رو قاعدتاً باید فکر بکنه آدم خب میتونه این هوش مصنوعی از ویکی‌پدیا طرف بکشه بیرون یعنی یه چیز خیلی معموله یه یعنی عددیه که تو ویکی‌پدیا هم در دسترس یعنی اوپن سورس همون هم اشتباه گفت برای همین هنوز یه ذره زوده که بخوایم اعتماد کنیم بهش که برامون فکت چک بنویسی یا برو فکچک چک بکنه تحقیق کن ولی تو انگلیسی واش ذره من اون او اوایل که اومده بود و در دست بود زره بازی کردم باش مثلا سوژه بهش دادم که درباره فلان موضوع فکچک بنویس همینو فقط گفتم و گفتم آخرش سورساتم بگو قشنگ یه فکت کوتاه انگلیسی نوشت درباره اون موضوع کم و بیش درستم بود موضوعات ساده با هم می‌کردیم دیگه ساده در اینکه این آمریکا داعش رو ساخته هیچی دیگه هم بهش نگفتم به چه نتیجه ای باید برسی گفتم بنویس این موضوع رو فکت چک کن یه چیزی نوشت با همون فرمت فکت چک ها تقریبا آخرش هم یه سری کتاب سورس کرد و لیست کرد ولی خب در این حد ولی هنوز خیلی مونده که بخوایم به هوش مصنوعی با این وضعیتش بخوایم اعتماد کنیم که از صفر تا صد یه تحقیق رو انجام بده یکی دیگه از دوستان گیلگمش در واقع از اما پرسیده که بر اساس چه سندی میگید که حکومت تایید کرده که مردم رو شکنجه کرده ما در واقع دوست دارم این رو به عنوان مدرک داشته باشم تو آرشیو و ما هفته پیش من گفتم که در سر ماجرای عباس دریز که پرونده ای که براش تشکیل شده بر اساس اعترافاتی که انجام داده که اعترافات هم ما میدونیم در جمهوری اسلامی تحت شکنجه انجام میشه و در مواردی حتی خود جمهوری اسلامی هم پذیرفته یه چند چیزی رو که مشهورترینش بحث ماجرای مازیار ابراهیمیه که تحت بازداشت وزارت اطلاعات بود اومد اعتراف کرد که در واقع تو جریان ترور دانشمنده هسته در واقع عامل اصلی بوده و کوپا رو اجرا کرده تل... تو تلویزیون هم پخش کردن ام. ولی بعدا مشخص شد اطلاعات سپاه اومدن آزادش کردن قرامت هم حالا بحثش بود دیگه پرداخت بکنن یعنی کلا اعترافی که انجام شده بود در مبنای شکنجه و در مبنای چیزی بودش که بازجوها می‌خواستن این یک نمونه است حتما نمونه‌های دیگه‌ای هم وجود داره و این رو در واقع گفتن قبلا گفتن ما هم فکر میکنم یه فکت هم داریم مفصل منتشر کردیم لینکی درباره اینکه گفته بودن که یکی از مقام های قضایی الان همی الان به بداهه میگم گفته بود که شکنجه در جمهوری اسلامی از... رئیس قوه قضاییه آمولی, ج... آمولی, لاری جانی گفته بود گفته بود, بود که به شکنجه. صورت سیستماتیک شکنجه نداریم در جمهوری اسلامی ما اونو فرکچه کردیم لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم حسین به ما نقد کرده درباره سوگیری و جهتگیری ما که این خیلی برای ما همیشه مهمه که یه وقت جهتگیری و سوگیری نداشته باشیم تو کارمون گفته این که شما تمایلات سیاسی خواست داشته باشی کاملا طبیعیه اینکه گاهی در کارتون هم به صورت ناخودآگاه جهتگیری داشته باشی بازم طبیعه اما اینکه رسانه معتبری مثل شما که در جایگاهی شبیه قاضی نشسته ایلان ماسک رو بدون دلیل متهم به محدودسازی آزادی بیان بکنند در حالی که مالک قبلی که سوگیری های آشکار و مداخلات آشکار به نفع جرین چپ میکرد را نادیده بگیرد و بعد رقیب تجاری و احتمالا سیاسی اون ماسک رو یعنی متا متا رو مبراب میدونید عجیبه و طبیعی نیست ما من تا جایی که یادمه من هیچ وقت نگفتم ایلان ماسک آزادی بیان رو محدود میکنه اگه هر چیزی هم باشه اتفاقا آزادی بیان بیشتر شده در توییتر فعلی در مدیریت جدیدش به خاطر که عملا هیچ نظارتی به سبک زمان مدیریت قبلی دیگه وجود نداره بله هنوز یه سری هنوز اگه داکسینگ بکنه هنوز اگه آزار و اذیت بکنن یا مثلا ترویج خشونت بکنن ترویج هم فقط نه دعوت به اقدام به خشونت بکنن اینا هنوز اقدام میشه بهش اینا هنوز برداشته میشه و اکانت ها ساسپند میشن ولی به اندازه قبل نیست دیگه الان خب حالا چه میخوایم خوشمون بیاد چه بعضیا نقد دارن بهش بعضیا خوشحالن در این باره فارغ از اون بحثای دیگه الان ایلان ماسک یعنی توییتر ایلان ماسک خب خیلی آزادیاش بیشتره ما حرف از آزادی بیان نزدیم حرفی که من گفتم این بوده که ایلان ماسک داره به صورت فعال علیه اون کامیونیتی فکت چکرها مطلب شیر میکنه و پخش میکنه خیلی کمک داره میکنه به این و حتی اصلا گفته بود فکت چکرها انسانهای با جهتگیری های زیادن و صادق نیستن منظورش هم از فکچکرها فکچکرهای جریان اصلی بود فکچکرهایی مثل حالا تو آمریکا پولیتی فکت و فکچکرهای معروف فکچکرهایی که زیر نظر اینترنشنال فکچکینگ نتورک دارن فعالیت میکنن که خیلی حملات شدیدی شده علیه اونا این ماهای اخیر و ایلان ماسک هم خیلی کمک کرده در تاییدش و در تاییدش نه یعنی تایید کرده و خیلی بازنشر میکنه اینا رو به حال من انتقادم به ایلان ماسک سر اون ماجرا بود ولی نگفتم که آزادی بیان رو کم کرده دوست گرامی فری هم در واقع تکمله بر بحثای قسمت پیش داشت درباره نظری از آقای محسن شهرنازدار توی پادکستشون نقل کرده بود که تاریخچه ازاداری این مدل ازاداری رو بررسی کرده به پیش از اسلام برمیگشت فلسفهش هم این بوده حالا به نقل از اونجا میگه که وقتی خانواده عزیزی رو از دست میداده غذایی که سهم اون بوده رو به خاطر فوت اون فرد دیگه در واقع پخش میگرده و میداده در اختیار نیازمندا قرار میداده یه چنین چیزی البته من خودم پادکست رو نشنیدم و باید بریم آره، اینو بریم. ما حالا فکت چک نکردیم یا نمیدونیم به هر یه نظریه که حالا یه کارشناسی داده از این چیز هم دیگه هم هست آره، نمونه مثل, ازاداری های دیگه مثلا آشورا و محرم و تعذیه که خب بعضی وصلش میکنن به ازاداری برای سیاوش قبل, انقل... قبل انقلاب قبل اسلام <applause> و خیلی ازشون ممکنه ریشه های قبل از اسلامی هم داشته باشه که وارد شده دوستان عزیز دیگه ای هم مثل یاسمن، آزاده، احسان، آرش، نسیم، خدا، نور و خیلی از دوستان دیگه به ما لطف داشتن خیلی ها با محتوای پادکست قبلی به خصوص ماجرای عباس دریس همدلی کردن هنوز اون ماجرا معلوم نیست چی میشه ولی خب ما امیدواریم ختم به خیر بشه اینم از کامنت ها دست خب خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید این اپیزود 121 کم بود اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید مثل همین دوستانی که کامنتاشون رو خوندیم برای ما کامنت بذارید نظر بذارید خیلی خوشحال میشیم بیشتر از اون خوشحالتر میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو توی کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم هر هفته هم لینک مطالبی که تو اون اپیزود دربارشون حرف زدیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم یه بخش جدید دیگه هم تو این توضیحات قرار شده بذاریم و اونم تعریف این نشانهاییه که ما ازشون حرف میزنیم در در پادکست چون وقتی رو سایت میبینید تعریف هر نشانی زیر اون مقاله اومده برای همین خیلی نیازی نیست ولی گفتیم شاید برای کسایی که سایت ما رو چک نمیکنن این منبع خوبی باشه که وقتی میگیم نیمه درست تعریفش چیه وقتی میگیم گمراه کننده تعریفش چیه خب کاورهای اپیزودها رو هیلا نیکو طراحی میکنه باربد بیات موسیقی پادکست رو ساخته و افشین صدری هم تهیه کننده پادکست فکنام است آدرس سایت ما هم از فکنام وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.